اندونزیا تقریبا با 225 میلیون مسلمان بیشترین جمعیت مسلمان رو در جهان دارد. از نظر فرقه اسلامی 99% سنی مذهب و از فرقه شافعی پیروی میکنند. اما در حدود 1.3 میلیون شیعه که 1% میباشند در اطراف جاکارتا ساکن هستند. و همچنان مسلمانان احمدی نیز در این کشور وجود دارند که در حدود 400,000 0.2% را شامل می باشند. در بعض محلات اندونزیا مردم بخصوص نوجوانان شب قبل از عید فطر بعد از افطار تا صبح به وقت نماز دعا می کنند و در بعض جاها طبل مخصوص دارند و از شروع شب تا صبح به طبل می کنند. همراهان خوبم، لطفاً کانال استار میدیو رو سابسکرایب، لایک، کامنت و همرسانی کنید. سپاس از همکاری شما. عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی. رسومات مسلمانان اندونزیا در روزهای عید. غذاها و شیرینی ها در روزهای عید فطر. شیرینی ها، این شیرینی های خوشمزه از قبیل نستکوکی یا کلچه آناناس، کلچه چکلتی، کلچه پنیر و کلچه مربا از جمله شیرینی های عمومی می باشند. اینها هم بادام زمینی و کرپک باونگ است. کرپک باونگ از تخم مرغ و آرد جواری تیار می شود. این یکی انگپنگ است. انگپنگ از گوشت ماهی و محصولات دریایی آماده می شود. غذاها در اکثر مناطق اندونزیا خانواده ها برای روز عید فطر خوراکی های زیادی تیار میکنند، از جمله رندنگ که از گوشت گاو، نارگیل و ادویه مرچ آماده می شود. گلای، گلای از گوشت بز است و یکی از غذاهای خوشمزه روز عید می باشد. این غذای سبزی می باشد که از بونچیس یا لوبیا سبز با پاپایا یک نوع میوه اندونزیایی تیار شده است. خب این نوع غذاها رو در اندونزیا چومی می نامد و چومی از جمله غذاهای دریایی این مردم می باشد. این هم گوشت مرغ است که همیشه با نارگیل پخته می شود، طعم و بوی بسیار دلنشین دارد. این هم گوشت است که این گونه پخته می شود.
این توپت است. توپت یک نوع برنج است که در داخل برگ درخت نوکل نهفته می شود. مردم برگ درخت نورگل را مانند قفسه می سازند و کسانی که این نوع برنج را تیار می کنند این قفسه ها را از بیرون می خرند. مقداری از برنج سفید را در داخل هر یک از قفسه های برگ درخت نورگل انداخته برای 2 ساعت در ظرف مخصوص پخته می کنند. بعد از پخته شدن این قسم برش شده برای خوردن آماده می شود و از آن به جای نان خشک استفاده می برند. بعد گفته حاجی لیلی صاحب خانه این غذاها با این برنج ارتباط دارند و بدون این برنج خوردن این غذاها معنی نمی دهند. تشکر از توجه شما همراهان گرامی.